درود همتنان عزیز، اینجا استودیو راهوچه و من اسفندیار عبداللهی. در روزهایی که جناب آقای پزشکیان کابینه خود رو به مجلس شورای اسلامی معرفی کرده، البته بی ارتباط به این بحث، میزبان جناب آقای احمد بخارایی، کارشناس و جامعه شناس، کارشناس مسائل سیاسی و جامعه شناس هستیم تا از ایشون درباره مسائل امروز و دیروز ایران صحبت بکنیم و آیا می توانیم تصویر و تصوری از آینده ایران هم داشته باشیم. خیلی خوش آمدید. از خواهی میکنم دکتر، امروز قرار دیگری داشتیم، قرار بود که مناظره شکل بگیره، ولی خب حالا دیگه من شدم و شما که من پرسشگر باشم و شما پاسخگو. شما ابتدا صحبتی با بینندگان دارید؟ سلام علیکم، چاق سلامتی. طبق معمول آرزوی سرفرازی سلامتی براتون دارم هر کجا که هستند و امیدوارم اطاله کلام نداشته باشیم. آقای دکتر بخارایی، ما انقلاب کردیم، اومدیم و الان 45 سال انقلاب میگذره. بسیاری دارن خودشون خودخوری میکنند، در واقع خود انتقادی میکنند، میگن چمون بود؟ واقعا ما چمون بود؟ ما یعنی ایرانیان. نه، حالا شاید من کمتر اثر داشتم، شما ببینید یه مقداری کمتر از من یا بیشتر از من حضور داشته باشه با توجه به اختلاف سنی که داریم، یه افراد دیگری نه نقش بیشتری داشته باشه. شما، من میخوام از شما بپرسم، شما سال 56 تا 57 تا 22 بهمن کجا بودید؟ چه تصویر و تصوری از اوضاع اطراف داشتید؟ به تحت سن و سالی من در اون سالها سال آخر دبیرستان بودم و سال 57 دیپلم گرفتم و خانوادمونم خب مسائل سیاسی به هر حال دستی داشتند و ما تقریبا در راه مبارزه پدرمون هم بخارایی معروف نسبت دارید؟ نه، با محمد و مهدی نه نسبتی ندارم. میخوام بگم از نزدیک دستی بر آتش داشتیم. من یادم پدرم وقتی که میخواست از آقای خمینی نام ببره میگفت آقا، یعنی فامیل رو به کار نمی برد، چون که مقدار این براشون انگار کسر شأن بود برای آقای خمینی که میگن آقای خمینی، بودن آقا. و سال 42 خب پدر ما در اون جریانات و مبارزات بود و ما هم به تبع خانواده. من یادم سالهای 55 خب طبق شرایط روزگار یادمه که ما در دبیرستان پنهانی ببخشید شما تهران بودی؟ بله، پنهانی کتابهای دکتر شریعتی رو توضیح می کردی که ممنوعه بود اون زمان، کتابهایی که خیلی هیجان ایجاد می کرد در جامعه و خود ما هم تحت تاثیر اون هیجانات بودیم. میخوام برگردم به سوال شما که گفتی چه شد. عنصر هیجان خیلی برجسته بود، تصور میشد که مسیری که شاه داره طی میکنه مسیر رو به صلاحی نیست و یک تصور بود در اصل، تصوری که در چارچوب یک نگاه دینی و مذهبی فقط معنا دار میشد و این فراز و فرودها رو ما در تاریخ معاصر ایران داشتیم، چیز جدیدی نبود. یعنی الان که نگاه میکنیم، نگاه تاریخی وقتی داریم، این احساس بهمون دست نمیده که پدیده خاصی در سال 57 اتفاق افتاد، چون که قبلش هم بود. یعنی تعارض بین نگاه سنتی و نگاه تجددخواه از زمانی که ناصرالدین شاه استارت تجدد رو زد و مشیرالدوله به نحوی با علما تضاد داشت و امیر کبیر همچنان، این داستان بود تا زمان مشروطه و مشروعه شیخ فضل الله هم که شهره عام و خاصه که متمم قانون اساسی رو میگفت این زلالتنامه است، یعنی یک چیزی که عامل گمراهی سیاهی است. چرا؟ چون که عنوان میکرد در این متمم قانون اساسی همه برابر شمرده شدند، همه برابرند، مؤمن و کافر و
یعنی همون مرزبندی که امروز هستش در سال 1403 که خودی و غیر خودی، مؤمن و غیر مؤمن تقسیم بندی میشه در داخل، شروعش از زمان ناصرالدین شاه، اوجش در زمان مشروطه و ناسازگاری ها به حدی بود که شیخ فضل‌الله میتونید اعدام شد. داستان ها بود تا مرداد 32، قضیه کاشانی و مصدق که یک زمان کاشانی مدافع آزادی به جایی میرسه که بر علیه مصدق مدافع کودتاچی ها میشه و سپه و زاهدی رو عرض میکنه. 28 مرداد 1332 این قضایا بود تا پای آقای خمینی به سنگ باز. دوگانه های این جفت ها رو داشتیم ما، مشروطی مشروعه، بله، جمهوری اسلامی، بله، مصدق کاشانی، بله، جناب خاتمی کامله، این ای داشتیم ای نره داشتیم تا بالاخره آقای خمینی در سال 42 کم و بیش دیگه به اصطلاح عیان شد و مطرح شد. البته آقای خمینی تو قضایای 28 مرداد 32 هم حضور داشت و منتها یک چهره ناآشنا بود. حالا اینکه چی میشه یک روحانی برجسته میشه و مطرح میشه، چه عقبه ای داره، در چه فضایی بوده، در داخل خود حوزه چه رقابت هایی وجود داشته، چی میشه که این حس دست میده به آقای خمینی که باید به اصطلاح به عنوان یه فرد خاص خودش رو مطرح بکنه، این رو حالا ورود نمی کنی. داستان آقای بروجردی هست و تضادهایی که بود. تو تا اینجا اومدی بذار من یه ذره بریم قبل اون رو تمام کنیم برگردیم همین بحث چه اتفاقاتی افتاد برای در واقع روحانیت از زمان صفویه، از کرکی تا به امروز، یعنی قبل از اینکه آدم ها از جبل العمل بیاره، فقها رو آقای شاه اسماعیل بیاره، یه مدینه فاضلی در واقع آرمان شهری رو، آرمان شهر اسلامی رو فقهای شیعه، چون من از کلمه علما ابا دارم میگم، چون من این رو این علم نمیدونم، خودم شخصا دارم میگم، میگم فقها، همیشه میگم فقها، فقهای شیعه همیشه یه مدینه فاضلی آرمان شهر رو تصویر میکردن و میفروختن به مردم. آیا جمهوری اسلامی این در واقع نتیجه اون آرمان شهر و اون آرزوها نبود که آقای احمد کسروی هم در جای گفته بود که ما بدهکاریم، یه بار باید این بدهی رو بدی؟ طبیعتا همین جوره و احساس میشه سال 57 اون بدهی به نحوی پرداخت شده. این آرمان شهری که میفرمایید این ماهیت ایدئولوژی دیگه، بله، بحث ایدئولوژی اسلام نیست. مسیحیت هم در زمان خودش خیلی دست و پا میزد که به اون مدینه فاضله برسه، نظام های کمونیستی هم به همین نه، و در حال در این چارچوب ایدئولوژیک قابل هضم میشه اینکه چرا دنبال آرمان شهرن. یعنی به نحوی سنگری است که در اون سنگر اینها حضور پیدا میکنن و هویت پیدا میکنن. غیر از این باشه هویت دینی بی‌معنا میشه. حالا اینکه بحث معاد و آخرت و بهشت و جهنم و عقاب و ثواب و اینها هم که چاشنی کار هست، در سال 57 هم در ادامه همون نگاه ایدئولوژیک تصور میشد که اون چیزی که علی در نهج البلاغه میگه و به مالک اشتر میگوید، همون احادیثی که آقای پزشکیان هم مرتب در این نوت‌های انتخاباتیشون الا ماشاءالله همیشه و این بار میخوند، بعد تصورشون این بود که اون چیزی که علی به مالک اشتر میگه قابل عملیاتی شدن هست و در یک فضای بسته ایدئولوژیک، فضای بسته ایدئولوژیک پیوندی با واقعیات اجتماعی، واقعیات سیاسی، واقعیات اقتصادی، واقعیات فرهنگی نداشت، یه امر ذهنی بود. این رو شما داشته باشید چون که بحث آقای خمینی شد
از اون طرف اتفاقی که افتاد این بود که تا سال 52 53 ایران یک به اصطلاح روند پرشتابی رو در جهت تجدد و مدرن شدن برداشت و یک علتش هم جنگ عرب و اسرائیل بود که نفت عرب تحریم شد و روی آوردن به خرید نفت از ایران و درآمد شاه در سال 52 سیر صعودی پیدا کرد به نحوی که خودشون تصور نمی‌کردن که همچین درآمدی داشته باشن و این درآمد در اصل تزریق شد به جامعه و روند مدرنیزاسیون. ما در بحث جامعه شناسی انقلاب و در جامعه شناسی به طور عام یه موضوعی داریم به نام cultural lag، یعنی شکاف و فاصله فرهنگی، به این معنا که بعد مادی فرهنگ از بعد غیر مادی فرهنگ اگر به اصطلاح بینشون فاصله بیفته، جامعه دچار یک نوع تزلزل و گسست میشه. بعد این دو بعد همپا و همسوی همپا حرکت بکنن و همسو باشند. مثالشو بخوام بزنم، شما وقتی که یک ماشین مدل بالا رو وارد کشور میکنید، یک رانندگی متناسب با اون ماشین رو نیاز دارید دیگه. شما نمیتونید عادت کرده باشی با یک ماشین مدل پایین، ماشینی که ممکنه کمربند نجاتم نبندید خیلی به مشکلی بر نمیخورید، روی پدال گازم فشار بدید ممکنه به مشکل آنچنانی بر نخورید، چون که اون نهایت سرعتش ممکنه 70-80 کیلومتر در ساعت باشه. ولی ماشینی میاد که با اصطلاح فشار دادن پدال این سرعتش میره بالای 100 کیلومتر، حالا این فرهنگ کمربند و فرهنگ دقت در رانندگی ضرورت داره برای اون ماشین. بعد غیر مادی که الگوی رانندگی است با بعد مادی که تکنولوژی ابزارها و تکنولوژی در حرکت های اجتماعی هم همینجوره. اتفاقی که در زمان شاه افتاد این بود که بخش غیر مادی فرهنگ سرعت گرفت، فاصله افتاد با بخش غیر مادیش. بخش غیر مادیش چی بود؟ الگوهای رفتاری که ما داشتیم، الگوهای رفتاری. این الگوهای رفتاری پاش در اسلام و تشیع و تسنن و یک پاش هم در سنت و آداب و رسوم، یعنی دو بعد هنجاری. و در اصل این بعد غیر مادی فرهنگ توانه تحمل اون جهش و سرعتی که در بعد مادی بود تحملش رو نداشت و فاصله افتاد. و سال 57 اتفاقی که افتاد این بود، برای اینکه این جه پر بشه در اصل بعد غیر مادی عقب گرد داده شد و همه خاطر در جامعه شناسی انقلاب از این جور انقلاب ها به نام انقلاب های ارتجاعی، یعنی برگشت، برگشت انگار که ترمز دستی کشیده میشه. حالا دیگه مسائل سیاسی هم که دخیل بود، مسائل منطقه‌ای و بین المللی هم بود که همه دست به دست هم داد تا نهایتا اون آرمان شهری که آرزوشو میکردیم سال 55 تا 57 برای ما ترسیم شده بود و روشن فکرانی مثل دکتر شریعتی هم خیلی دامن می زدند. و وقتی مثلا می گفت علی حقیقتی برگونه اساطیر، فاطمه فاطمه هست، این هیجانات و احساسات رو همچین به غلیان در می آورد و همه دست به دست هم داد. حالا حزب توده هم که اون مواضع ضد امپریالیستیشون سوقشون داده بود به سمت چقدر جای خوبی رسید جمهوری اسلامی. یعنی شما ببین مجموعه عوامل انگار دیگه این در واقع آرمان ها و نمیدونم محتواهای شیعه که از یه جاش با آقای خمینی راست مذهبی و از یه جاش هم با آقای شریعتی چپ مذهبی، اینا کجا به هم میرسیدن؟ یعنی این چه اینا چه نسبتی با هم داشتن؟ محتوایی که
در واقع از شوروی می اومد و حزب توده و محتوایی که اینا تولید میکردن. حالا من چون ژورنالیستم هم همش این میگم محتوا، اینا کجا به هم میرسیدند این دوتا محتوا؟ اینا در جایی به هم نگاه سلبی باید داشته باشیم، اینا نگاه ایجابی نداشتن، یعنی حرفشون بیشتر نفی و سلب دیگری بود. این که چه با فرق من از دو تا خواستگاه سوال کردم. بله چه حالا سه خواستگاه شما صحبت کرد، یکی تیپ مذهبی های برها طرفدار آقای خمینی، یکی روشن فکران متمایل به چپ مثل آره، یکی هم خود چپ های یکی هم خود چپ ها در هست، سه شاخه میشه. اینها نگاه ایجابی نداشتند، نگاه سلبی به این معنا که میگفتند چه چیزی نباشد. آقای خمینی میگفت شاه باید برود، یعنی نباشد. حزب توده میگفت اون تفکر آمریکایی و امپریالیستی نباید باشد، یعنی یه نباشد. ببینید نباشد. اینکه جایگزین اینها چه سیستمی، چه نظامی، چه چارچوب فرهنگی، چه چارچوب اقتصادی، ایده‌ای وجود نداشت، نفی بود، انقلاب اثبات نبود. به همین خاطر شما میفرمایید که در کجا به هم رسیدند، چون که ایجابی نبود، به طور ناخودآگاه از نسبتشون رو پیدا کردیم به هم، نسبتشون سلبی بودن بود، سلبی بودن بود همین، یعنی در سلبی بودن نقطه اشتراک داشتن، نه در ایجابی بودن. حرف مشخصی زده نمیشد. بله عرضم حضورتون، من یه سوال از ایجادی کجا رسیدید؟ من خواستم ببینم خود شما اون کجا بودید، یه چند دقیقی کجا بودید، چه تصویر داشت. مثلا خود من موقعی که آیت الله خمینی فوت کردن از مدرسه داشتم، از دسکور بودیم، داشتیم میرفتیم تا خونه، من گریه میکردم. این آقای حیاتی که داشت خبر رو میخوند ساعت دو تکرار خبر سال 66 68 68 مذارت اون جمعه جود، من داشت گریه میکردم تا خونه. این واکنش من موقع شما سال 56-57 تو این فاصله خود شخص شما چه تصویری داشته؟ مثلا خوشحال بودین؟ چجوری بودین؟ یادتون هست؟ ببینید ماها به عنوان یک فرد که نمیتونستیم حرکت مستقلی داشته باشیم، همیشه یک فرد تابع جریان کلی و هیجاناته. اون هیجانات گریبان ما رو هم گرفته بود طبیعتا. نه مثلا بزنم براتون، موقعی که آقای احمدی نژاد یه روزی رو انتخاب کرده به عنوان روز جشن هسته‌ای برای چیز، یه خواهرزادی من داشتم یا برادرزادم یادم نیست کدومشون بود، از مدرسه اومده و همون تبریک تبریک تبریک، گفتم چی شده؟ گفت که انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، تبریک عرض می‌کنم. روز هسته‌ای رو تعریف کرده بودن. منظورم شما تو اون سن یادم 18 ساله، یادمی که داری دیپلم می‌گیرید، مثلا خوشحال بودید از این جو؟ چه جوری بود حالتون؟ جو انقلابی. آره حالتون خوب بود از 56 تا 57؟ عرض می‌کنم ما به اصطلاح خانواده که تو این مسیر بود و کلی آسیب دیده بودیم ما به این اعتبار، مبارزه بر علیه شاه، و خود ما هم من 16 سالم بود دیگه، سال 55. آره 55. و خب اون موقع کتاب دکتر شریعتی رو جا به جا کردن یه جرم بود، این نبود که به راحتی، حتی چاپ کتابش هم مخفیانه انجام میشد، نبود که مثلا ناشر مشخصی داشته باشه و برن بخرن سفید بود بفروشن. بر من یادمه توی دبیرستان چقدر ماها اذیت شدیم. حالا اعلامیه های آقای خمینی هم که می اومد از نجف اینجا تکثیر می شد، اونها رو توضیح می کردیم. من یادمه من دبیرستان که بودم مثلا نیم ساعت زودتر می رفتم مدرسه، صبح قبل از اینکه بچه ها بیان سر کلاس یه جا کتابی بود، الان نمیدونم دیگه جا کتابی نیست، الان ظاهرا یک صندلیه و یک اون موقع نیمکتی بود که یک شیاری داشت که کتابا رو ما اونجا میذاریم. بله بله. بعد این اعلامیه ها رو تا میکردیم توی این جا کتابی ها قرار میدادی که مثلا بچه ها میومده یه میده یه دیگه کاغذ اونجاست، یه صفحه آچهار اونجاست. و خدمت شما عرض کنم ما هم مثل همه مثل سر قریب به اتفاق این مردم اسیر هیجانات بودیم دیگه و متوجه نبودیم که چه اتفاقی داریم میفته و چه عناصری دخیل هستند و این مسیر به کجا خواهد رفت، و نمیتونستیم یک سال دو سال بعد رو حتی تحلیل داشته باشیم که ببینیم 57 بهمن 57 اگر
در بهمن بخواهد اتفاقی بیفتد، فرض بفرمایید همون اول 58 چه وقایعی ممکنه اتفاق بیفته، چه درگیری ها، چه نزاع ها، چه حذف ها، چه انحصار طلبی ها، چه خودخواهی ها. اصلا یک هزارمش هم ما نمیتونستیم تصور و تحلیل داشته باشیم. حالا که داری از سکوی سال 1403 وایستاد دیدیم بالا با یه کلی اطلاعات و کلی تجربه، هم تجربه شخصی خودتون، هم مطالعات و هم رسانه، رسانه که آقای خمینی و اطرافیانش واقعا موقع خوب شناخته بودن، بسیار خوب رسانه رو، زبان رسانه رو خوب شناخته بودن، یه جایی رفت که صداش برسه. حالا که دارین میدان رو نگاه میکنون، سریال ها رو دارین پشت هم نگاه میکنید، فکر میکنید مثلا یه آدمی مثل مانس بازرگان، یه آدمی مثل مثلا سنجابی ملیگرا، یه آدمی چه میدونم، یه آدم های حتی خدا ناباور، این همه آدم ها زرتشتی، آدم اهل تسنن، اینا همه مقنورو یه دفعه جمع شدن یه جا، مجاهدین خلق نمیدونم ایدئولوژی خاص خودشون رو داشتن، این آدم ها به نظر شما یه دفعه جمع شدن حول این شمع همچون پروانه، اینا منافع شخصی بود چی بود که میخواستن از این سفره میخواستن استفاده معنوی گفتمانی نظری ببرن، یا شراکت در حکومت بود؟ تصور شما از اون شراکت چی بود؟ یک فنومن دیگه، یعنی چیزی که رخ داد، حادث شد، هر پدیداری در یک بستر تاریخی خودش قابل ارزیابیه. این جریان هایی که شما ازشون نام بردید، اینها به نحوی نمایندگی می کردند جریانات گذشته رو. مجاهدین اگر در سال فرض بفرمایید 57 به نحو خاصی جلوه‌گر شدند، این برمیگرده به عقبه خودشون. ملی ها تیپ دکتر سنجابی ها عقبه خودشون. مهندس بازرگان که تمام ملی مذهبی بود عقبه خودش. این دوتای اخیر مجاورین قلب و نهضت آزادی کرده عدل نهضت ملی اومدن، بالاخره یه جایی انشقاق و انفکاک بوده دیگه. میخوام اینو عرض بکنم، اینجوری نبودش که خلق و سائه باشه که مثلا یا ما تعجب بکنیم چجور اینها با اون تعارضی که در نگرششون و مواضعشون دارن چطور شد همه اومدن حول مثلا آقای خمینی جمع شدند. خلق و سائه نبوده، در از گذشته جریان داشته و با اون پشتوانه که داشتند، حالا چاره جزی نبود با این تضادهای زیادی که داشتن، چاره جزی نبود که یک نفر که در بین عوام پایگاهی داره، همون ایدئولوژی که من جلوتر عرض کردم، بالاخره ایشون آقای خمینی سخنگوی یک ایدئولوژی بود دیگه، حالا برجع تقلید بود، فقیه بود، عارف بود، فیلسوف بود، بالاخره تو حوزه بود یا نبود کاری ندارم، اما میخوام بگم اون چه که شهره شده بود، معروف شده بود، طبیعتاً یک گزینه بیشتر وجود نداشت که ارتباط برقرار بشه بین اون گروه هایی که شما گفتید و توده مردم. درست. توده مردمی که تو اون دوگانگی بین بعد مادی و غیر مادی توضیح دادم، توده مردم تو اون بعد غیر مادی می گنجیدن، الگوهای فکریشون، الگوهای رفتاریشون، منظومه فکریشون توی اون بعد غیر مادی می گنجیدن و بعد مادی هم که عرض کردم فاصله گرفته می. حالا آقای خمینی به تب تنها شخصی می بود، دیگه گزینه دیگری نبود. یه موقع ما میگیم که چرا حول این محور جمع شدند، حول این محور جمع نشدند. یه موقع سوال اینه، دو تا گزینه امکان پذیر، میگیم چرا نرفتن سراغ این، سراغ آقای خمینی اومدن. تک گزینه ای بود، یعنی یک شخص بیشتر نبود که در اصل نمایندگی میکرد جریان مذهبی رو، مذهب حاکم که تشیع بود، و بر این اساس خیلی جای ابهامی وجود نداره، جای ابهامی وجود نداره. و منافع خودشون که من نمیخوام تقلیل بدم سطح فعالیتشون رو به منافع فردی، بگم منافع فردیشون ایجاب میکرد، چون که عرض کردم نمایندگی میکردن یک جریان رو، جریانی که ریشه در تاریخ داشت، عقبه داشت،
بنابراین منفعت فردی نبود. این گونه نیست که ما بگیم مثلا فرض بفرمایید مسعود رجوی منفعت شخصی و فردی، اون تصور میکرد یک جریانی رو داره حمایت میکنه، یا آقای بازرگان همینجور. این گونه نبود که بگیم منافع فردی، منافع گروهی خودشون بود دیگه. من داشت صحبت میکرده، من همینجوری اصلا عادت دارم به، من سوال از قبل ندارم، همینجور بداهشون برحال مرتبطم با بحثای تاریخی. این مطلبی که هم داشتم اینوشتم به ذهنم رسید، این جمهوری اسلامی که امروز ما داریم، آدم واقعا میخواد بدونه محصول مثلا یک دکترین بلند مدت دهه 1300 بود که توی مقطع مثلا 1342ش و بعد از اون مثلا حکومت اسلامیش میاد بیرون، کتاب بود حکومت اسلامی میاد بیرون، یا و گفتمان و ادامه گفتمان شیخ فضلان نوری مشروع خواه هست، یا حاصل یک اتفاقاتیست. یعنی مثلا بعد از اینکه سفارت آمریکا جوری میشه و بعد از اینکه نهضت آزادی استعفا میده، آقای خمینی برمیگرده تهران میشینه و میشه هم شخص اول اجرایی و هم شخص اول مذهبی و همه چی. فکر میکنید که جمهوری اسلامی که شکلی که ما امروز شاهدش هستیم، یعنی همکاری 100% و شاید هم برتری اسلامیت و جمهوریت و این چیزی که الان داریم میبینیم، محصول یه برنامه‌ریزی بلند مدت یه روحانی بلندپایه بوده یا نه یه سری اتفاقات پشت سر هم این نظام رو به این سمت سوق داده که الان ما شکلی داریم به نام جمهوری اسلامی که ملغمه ایست از چی میدونم، از تکلیف و اختیار. به نظر میرسه که بینابینه، نه اینگونه هست که یک مسیر تعریف شده یه طراحی شده یه چارچوب داره، و نه اینگونه هست که یه امر تصادفی است. چرا بینابین و به چه معنا؟ شما ببینید هر پدیداری، هر رخدادی از جمله انقلاب 57 ما، شرایط لازمی داره برای تحققش و شرایط کافی. شرایط لازمش رو من در اون بستر تاریخی توضیح دادم، یعنی زمینه وجود داشت، ریشه داشت، نمونه های مشابه تفکر آقای خمینی بودند، نمونه های مشابه تفکر مهندس بازرگان در قبل بودند، نمونه های مشابه تفکر رجوی بودند. پس شرط لازم وجود داشت، منتها حوادث خاصی که اتفاق میفته شروط کافی هن. فرض بفرمایید انقلاب سفید سال 42، این میشه یک شرط کافی، بهانه ای میده به دست کسانی که با اون حرکت شاه مخالف بودند، یا قانون کاپیتولاسیون که در جریان هستید. یعنی حوادثی که خیلی قابل پیشبینی هم نیستن، یا در سال 55 بحث کشته شدن، حالا میگن شهید دیگه، در هر صورت کشته شدن پسر آقای خمینی، مصطفی خمینی، یه جرقه ای بود. بعد از اون بود که مراسمی که برگزار شد و اونجا تعرضی شد به کسانی که اومده بودن توی مراسم و خونی ریخته شد و چهلوم اون و چهلوم اینها و چهلوم همطور چهلوم ها تکرار شد. کسی پیش بینی نمی کرد که حالا چه بلایی میخواد بر سر آقای مصطفی خمینی بیاد دیگه، ولی اومد. یا آدمی مثل شریعتی یکی از شروط کافی بود، همون جرقه ها که این زمینه رو میان بارور میکنن. بخوام شبیه سازی بکنم، مثل این میمونه که شما بخوای کشاورزی بکنی، شرط لازمش اینه که یک زمین مساعدی داشته باشی، آب کافی داشته باشید، و شرط کافیش هم اینه که خب باغبانی باشد، بذری باشد، نهالی باشد. این شرط لازم و کافی دست به دست هم میده. بر این اساس من یک نگاه بینابینی دارم نسبت به اونچه که شما فرمودید، که آیا یک دکترین، یک برنامه مدون حساب شده انتقام مثلا چه فضلا نوری مثلا نبوده باشد، این سوال ها در ناخودآگاه تاریخ همه اینا وجود داره دیگه. در ناخودآگاه تاریخ شیخ فضلالله حضور داره. مشروطه ما در 50 مشروعه نشد به نحوی عرض میکنم در حافظه تاریخ وجود داره. یعنی 57 ما باز نمیتونیم بگیم این همان،
نمیتونیم بگیم سال 57 همون مشروعه شیخ فضل‌الله بود، چون که به قول فلاسفه میگن ما هیچ وقت دوبار در یک رودخانه قدم نمیگذاریم. خب طبیعتاً اون 100% شبه نیست. ولی این یک نوع مشروعه مدرن و بروز بود، مشروعه ای که حالا قانون دیگه کمی مثلا حداقل در شعار محترم شمرده میشد، مثلا قانون اساسی تدوین شد. قانون اساسی خب خیلی از اصولش میدونید دیگه، بسیار پیش بسیار پیش رفته. رفراندوم قانون اساسی، هم رفراندوم اول باز، حالا رفراندوم دوم، حالا سال 68 خیلی شیکتر و حساب شده تر بود. از این نظر میگم شیکتر. ساله که 68 برای برای قانون متمم قانون. آره نه متمم نبود، مثلا بازنگری در بازنگری تو بله یه کار شیکی بود. میدونی چرا شیک؟ از این نظر که همه قول معروف از یه ثباتی برخوردار شدن، میدونستن قرار چی بشه، حکومت رو گرفته بودن و حالا برای آینده بلند مدت، برای مدت تغییر برنامه‌ریزی شیکی انجام شد و اختیارات بیشتری داده شد، این مقداری نخست وزیری رو برداشتن. یعنی شاید مثلا اینجوری برداشت این باشه که رفراندوم سال 68 یه رفراندوم حساب شده تری بود برای کسانی که حاکم بودند. اینجوری نبود، آره اون هیجانی تر بود اولیه، گرچه هم در مذاکرات قانون اساسی آن چیزی که قرار بود بیاد نهایتاً چیز دیگه ازش خارج شد، ولی باز هم اون در واقع جوی که وجود داشت، هیجانی که به عنوان مردم گرایی وجود داشت، یا همون دموکراسی که آقای خمینی در فرانسه قولش داده بود، بیشتر حاکم بود بر رفراندوم اول. همه بودند در رفراندوم دوم در واقع یه ریکاوری برای آینده کردن نظام جمهوری اسلامی، یک ریکاوری کرد و یه قانون اساسی داد که تا الان حفظشون کرد، یعنی حفظ شده جمهوری اسلامی. اما سوال بعدی من این نیست، سوال بعدی من این که واقعا از الیت که بگذاریم بیایم به توی جامعه، که شما رشتتون هم در واقع و تدریس هم در همین حوزه است، جامعه در اون دوره حالا میخوام عامیانه تر بگیم چه دردش بود، چه مرضش بود، چی میخواست؟ آیا میدونست چی میخواست جامعه ما، مردم ما که حرکت میکردن از خیابون به اون خیابون برای پخش کردن اعلامیه ها، نوارها، حرکت های مثلا تظاهر بیرون اومدن، میدونستن چی میخوان؟ نه، عنصر برای ما چمون بود؟ این سوال من اینه. عنصر هیجان خیلی پررنگ بود در سالهای 55 تا 70 تا 57. هیجانی که تقویت میشد، یعنی مثل یک بهمنی که از بالای کوه حرکت میکنه، اول قطر کمی داره و هرچه میقلعه میاد پایین بزرگ و بزرگتر میشه. اون جوهرش و خمیرمایش هیجانی بود که وجود داشت. حالا در این هیجان تعصب مذهبی هم بود دیگه. تعصب مذهبی رو باز ارجاع میدم به همون عرضی که داشتم، فاصله بین دو بعد مادی و غیر مادی فرهنگ. یعنی اون بعد غیر مادی فرهنگ شامل اون الگوهای فکری، الگوهای رفتاری، نمیتونستن هضم بکنن الگوهای مادی فرهنگ رو. الگوی مادی داشت پیشرفت میکرد دیگه، عرض کردم از سال 52 استارت نوسازی زده شده بود و نوسازی الزامات خاص خودش رو داره. شما نمیتونی یک بام و دو هوا رفتار بکنی. وقتی نوسازی میشه الگوهای رفتاری خاص خودش رو میطلبه. شما نمیتونی اداره جات داشته باشی در زمان شاه، رو عرض میکنم، مثلا بگیم خانم ها بنابر نگاه ایدئولوژیک نباید بیان کارمند بشن. پس خانم ها میان، خانم ها میان، چجوری ظاهر میشن؟ خب چی تناسب داره با یک روند مدرنیزاسیون، چیزی که حالا امروز بعد از این لباس چابک مثلا امروز بعد از 45 سال انگار تازه ما برگشتیم به سال مثلا 55. یعنی از 55 تا الان میشه 48 سال در هست. بحث حجاب رو عرض میکنم که امروز چجور یه زن احساس میکنه که میخواد خودش باشه، میخواد خودش باشه، نمیخواد به یک نحوی باشه که دیگری براش داره تعریف میکنه. یکی میپسنده که دیگری تعریف بکنه، مرجع تقلیدشه، پدرشه، دینشه،
خب اون آزاده که اونجوری رفتار بکنه، ولی خیلی ها هستن که این رو نمیپذیرن. یعنی امروز بر اساس نگاه سال 2024 و 1403 دیگه، بله یعنی اونجا که افکار رشد کرده، بزرگ شدن آدم. حالا سال 55 هم همین بود دیگه، طبیعتا ادارجات نظام بوروکراتیک میباید پا بگیره، این دیگه جز الزامات روند مدرنیزاسیونه. بعد پای خانم ها به صحنه اشتغال باز میشه، اجباری هم که نیست، خانم ها وقتی میان اداره یا تو خیابون قدم میزنن باید مثلا مانتو رو سری داشته باشن، آزادی نسبی هست. حالا شما اینو همطور بگیرید برید جلو دیگه، من یادم اون زمان میگفتن با اسلاما ساحل، در ساحل شما بله، با اسلاما مثلا زنها چه میدونم بیهجابند و لختند و خب این تضاد و تعارض ایجاد میشد دیگه. به عنصر هیجان اشاره کردم و گفتم درش یک چیزی هست به نام تعصب. تعصب، این تعصب هم چاشنی اون هیجان، تعصب دینی. بله تعصب دینی و خمیرمایه همون نگاه ایدئولوژیکه. یعنی همه داستان ما چه قبل از انقلاب، از 55 تا 57، چه از 57 تا امروز، تا امروز اون چیزی که داره حتی در کف خیابان ها ایفای نقش میکنه، حرف میزنه، جلوی اون زن می ایسته و آزارش میده، اون محور ایدئولوژیه. یعنی از این عنصر نباید غافل شد. حالا ایدئولوژی در اون بعد هیجانیش عامل انقلاب 57 شد، ولی بعد از اون همیشه به عنوان یک سد، یک مانع، یک مانع. هر حرکتی میخواست صورت بگیره یک نگاه ایدئولوژیک، خب ایدئولوژی هم که میگم دیگه طبیعتا فقها اینجا نقششون پررنگ دیگه، اجتهاد نقشش پررنگ دیگه، ولایت فقیه از دل این میاد بیرون دیگه. ببین همه حلقه های به هم پیوسته این زنجیر ایدئولوژی هم. یک چیز نیست بگیم یک حلقه تمام، همینطور پیامدش حلقه هایی که پس از دیگری میاد و این ایدئولوژی شده در از یک مانع بزرگ. شما امروز مثلا با اسرائیل میخواین تکلیفتون رو روشن بکنید، آچمز شدید، یعنی توی یک تلگی رو افتادید. اگر سکوت بکنید میگن خب این شعارهای انقلابی دینی اسلامی، بله براندازانه، اونها به کجا خواهد رفت و چه خواهد شد؟ اگه بخوای اقدام بکنی که توی تله بزرگتر میافتی که بالاخره طرف مقابلت از تو ممکنه خیلی جاها قوی تر باشه و محوریتش این ایدئولوژی. حالا فرض کن ایدئولوژی نبود، ایدئولوژی نبود، یا ایدئولوژی کنترل میشد. نمیشه که ایدئولوژی نباشه. ببین شما توی عربستان هم میبینید که ایدئولوژی هست، بالاخره به اندازه خودشون تعصب دینی دارن، ولی ایدئولوژی که کنترل شده است فتیلش رو به موقع میتونن بکشن پایین. شما میبینید تو این ایام از 7 اکتبر 15 مهر 1402 تا الان که 10 ماه میگذره، کشورهای عربی اکثرشون آیا مواضع ضد اسرائیلی اتخاذ کردن؟ آیا اسرائیل رو تهدید کردن؟ با اینکه این طرف حماس بود و عرب بودن، میبایست قاعدتاً، میخوام بگم اونجا موانع ایدئولوژیک رو سعی میکنن بردارن، یعنی از این جهت از ما پیشرفته ترن چون که روشن فکر ترن. ولی ما متاسفانه تار و پودهای ایدئولوژی و الان تا حدی است که فرض بفرمایید آقای پزشکیان که میخواد رئیس جمهور بشه با تمسک به نهج البلاغه و قرآن و ببینید خیلی ها خوششون اومد دیگه، خیلی از اصولگراها، مذهبی‌ها، بنیادگراها، سنتی‌ها، خیلی ها به این اعتبار با آقای پزشکیان متمایل شدن دیگه. ببینید ما کجا قرار گرفتیم، یعنی یک لحظه از فکر نمی کنن که حالا اون چیزی که علی به مالک اشتر گفت امروز چه معنایی میده، ما به ازای امروزیش چیه، تکلیف اون نامه با اون با کودک زبالگر چیه،
تکلیفش با اون دست فروش تو مترو چیه؟ تکلیفش با جنگ حماس و اسرائیل چیه؟ تکلیفش با FATF چیه؟ سویفت چیه؟ تکلیف اونجا چیه؟ میگن خوش به به، این همون نیست که ما میخواستیم. ببین علیوارت، این همون نه میگم این رو میگویند، این رو میگن، فکر میکنن نه علیوار کسیه که بیاد امروز مشکلات جامعه شو حل کنه. اصلا لازم نیست از علی حدیث آیم بخونه، این علیواره. ولی همینقدر که شعار زیبا داده میشه، این علیوار و ایدئولوژی. حالا ما این واقعیت دیگه، ما هم که نمیتونیم واقعیت ستیز باشی، دنبال مدینه فاضله هم که نمیتونیم باشی. حالا از یک زاویه دیگه به انقلاب 57 نگاه بکنیم، بخشی از واقعیت تاریخیه. یعنی ما نمیتونیم بگیم که اگر نمیشد چه میشد. این اگرها، اگرهای مطلوبه. امر مطلوب با امر ممکن، ممکن الوقوع فرق میکنه. اینکه اگر الان اینجا که ما تو این استودیو هستیم مثلا فلان بود، بیسار بود، اگر مطلوبات عالی، چیزی دیگر هم. ولی موضوع اینی که واقعیت اینی که استودیو ما الان این مشخصاتو داره، این طول و عرضو داره. داستان 57 ما هم همینه، این بخشی از واقعیت تاریخیه. یعنی نیروهایی که امروز الان هستن در ایران و حال خوبی ندارند به واسطه همون اتفاقی که سال 57 افتاد، اگر همین ها سال 57 می بودن تو اون فضای تاریخی بنابر اون شرایط و جبر پیرامونی، باز همون عمل کرده داشتن. من خانمم عرض کردم، من گفتم که ما در اون شرایط قرار می گرفتیم. من اینا واقعیت هاییست که گریبان ما رو گرفته، زشت و زیباش. خاطر اینکه از قضیه انقلاب بگذاریم، یه فاز دوم رو سریع جمعش کنیم، یعنی امروز و فردا رو. امروز و فردا رو نگفتیم هنوز. شما یه چیز رو، یا شما یا ما، یا کلا دارم میگم، فراموش کردیم که یه مثالی هم و یه اشاری هم به عمل کسبی کردم. ما این بدهی رو داریم. بزرگترین حزب در ایران از صدر زندگی تا الان، بزرگترین حزب روحانیت در تمام کوچه و پس کوچه ها و دهات ما غرفه و شعبه حزبی داشتن. از زمان صفویه تا الان در تمام نقاط ایران اینا کادر و شعبه و حجره داشتن. آیا میشه یه حزب بزرگی یک بار مثلا یه قضیه رو مدیریت کنه و بهش نرسه؟ خب طبیعتا با توجه به اینکه مثلا آقای مثلا بزرگترین حزب عرفی، حزب زمینی ما، حزب توده بود دیگه، بعدش هم نهضت آزادی و جبهه ملی بود که مثلا اندازی به قول قدیمی ها دوتا اتوبوس هم نمیشدن. ولی بزرگترین حزب موجود در ایران اگه بخوایم ترجمهش کنیم، حزب غیر رسمی دیگه، حزب غیر رسمی، بله، به زبان امروزی ترجمهش کنیم، حزبی بود که علما، فقها، مجتهدین اداره میکردن، نه از الان که از دوره صفویه. این چه تاثیر داشت در جمهوری اسلامی؟ اصلا عمود خیمه اون ایدئولوژی که عرض کردم، به فقها اشاره کردم، به ولایت فقیه اشاره کردم، به مشروعه شیخ فضل الله اشاره کردم، همش همینه که همین حزب غیر رسمی که وجود داره و بخشی از واقعیته. شما یه تو ایران هستید و یک تشیعی که روی در این کره زمین در نقطه‌ای که اکثریت رو داره ایرانه. درسته خودش اقلیته در دین اسلام، ولی این اقلیت در ایران اکثریت شده و هر اقلیتی هم یک مکانیزم دفاعی خاص خودش رو داره در مقابل اکثریت، اصطلاحاً کوپینگ مکانیزم میگن. و این مکانیزم دفاعی، این تشیع، ایجاب میکنه که همچنان داستان تقلید و مقلد و مرجع تقلید و ببینید ایجاب میکنه. اینا عمود خیمه این مذهبی است که جنبه اقلیت داره نسبت به مسلمانان، عرض میکنن. و طبیعی است که سعی میکنن انسجام خودشون نگه دارن، حوزه های علمیشون رو، علمیه رو تعریف میکنن، با
توده ارتباط تنگاتنگی برقرار میکنن و یک جور میخوان بالاخره این جالب شیخ فضلالله توی اون زلالت نامه که ایراد میگیره به قانون اساسی میگه اینها، حالا کیا؟ یعنی کسایی که قانون اساسی و متمم رو میخواستن ببرن مجلس، اینها میخواهند دکانی در مقابل شهر باز کنند. خب دکان در مقابل دکان، یعنی اون دکان ببین اگه فضا فضاییه که دکان داره ایجاد میشود، خب پس توی فضای بازار شما می دکان دارید، ما تا نمیگه دکان شهر، میگه شهر. آره دکان در اول دکان، دکان ویترین میخواد، ویزیتور میخواد، بدنه میخواد، دکور میخواد. تشکر. پس شما تایید میکنید کادر بزرگ در تاریخ ایران همینه، نتیجه شون بدهی بود که آیا واقعا این همبستگی و تعامل به معنای یک رابطه رفت و برگشتی که پویاست، دیالکتیکی است، سنتز داره، آیا بین دانش آموز و معلم وجود داره؟ در دانشگاه های ما آیا خشونت اجتماعی نیست؟ چقدر یک عضو هیئت علمی دانشگاه احساس میکنه که اون هویت دانشگاهیش محترم شمرده میشه و چقدر دانشگاه کمک میکنه که این هویتش تقویت بشه؟ توی دانشگاه علم حرف اول رو میزنه یا مثلا حراست و دفاتر نمایندگی رهبری؟ این هم یه نوع خشونت اجتماعی دیگه. این که امروز توی خیابون شاهد هست این برخوردی که با خانم ها میشه، خانمی که بنا به اعتقاد شخصیش نمیخواد حجاب داشته باشه، تو دین هم که گفته میشه لا اکراه فی الدین، اکراه و زوری در دین نیست. یه سری از مجتهدین و فقها هم که